در این ویدئو یک داستان با عنوان مرد جوان و جایگاه مدیریتی رو با هم مرور خواهیم کرد لغت یاد خواهیم گرفت ساختار گرامری یاد خواهیم گرفت ریدینگ رایتینگ لیسنینگ سپیکینگ رو همزمان تقویت میکنیم Once a young man went to apply for a managerial position in a big company He passed the initial interview and met the director for the final interview. خب حالا ببینیم چی داریم. Once روزی روزگاری یک بار a یک young man young man رو هم یعنی مرد جوان young جوان من آقا مرد انسان a young man یعنی یک آقای جوانی went went گذشته فعل بی قاعده go یعنی رفتن پس فعل گو فعل بیقاید است گذشتش میشه went رفت که چیکار کنه to apply apply یعنی اقدام کردن apply کردن to apply که اپلای بکنه برای چی به چه منظور for به منظور برای managerial managerial یعنی چی manage یعنی مدیریت کردن manager یعنی مدیر کسی که مدیریت میکنه میدونید که پسوند ER در انگلیسی فائل سازه به انتهای یک فعل که اضافه بشه چیکار میکنه؟ اسم فائل میسازه در اینجا manager یعنی مدیر منجریال یعنی مدیریتی پوزیشن جایگاه یا موقعیت پس managerial پوزیشن یک عبارت یعنی جایگاه مدیریتی در کجا؟ ان، در در داخل ا ای یک بگ بگ یعنی بزرگ کامپنی شرکت بگ کامپنی یعنی شرکت بزرگ سمال کامپنی شرکت کوچک بیگ کامپنی شرکت بزرگ پس تا اینجا خیلی خوب یاد گرفتیم حالا ادامش هی اوی آقا هی زمیر اوی آقای مزکر به کی برمیگرده؟ برمیگرده به a young man یک آقای جوان پس هی اوی آقا پس با ایدی تبدیل به زمان گذشته شده داستان ما در مورد زمان گذشته است پس ایدی برای گذشته کردن فعل چه فعلی؟ فعل پس پس یعنی گذر کردن عبور کردن پس در زمان گذشتهش میشه پس ده. The initial interview Initial یعنی ابتدایی اولیه Interview یعنی مصاحبه Initial interview یعنی مصاحبه اولیه یه عبارت دیگه هم یاد گرفتیم داستان ها چقدر عالی نه؟ اند و مت مت گذشته فعل بیقاعده میت یعنی ملاقات کردن پس در اینجا مت میشه ملاقات کرد دقت بکنید بچه ها اگر ما در یک جمله بخوایم از دو تا فعل استفاده بکنیم هر دو فعل باید زمانشون یکی باشه که منطقا و از نظر گرامری هم درست باشه در اینجا پست گذشته و مت گذشته پس گذشته ساده از هر دوتاشون پست پاس کرد مت ملاقات کرد چه کسی رو؟ the director director یعنی چی؟ یعنی مدیر یا مدیر عامل در اینجا به معنی کارگردان هم استفاده میشه برای چی؟ for به منظور برای final final یعنی نهایی مخالف چیه؟ همینجا یاد گرفتیم initial initial ابتدایی فاینال نهایی پایانی اینترویو مصاحبه یک عبارت دیگه هم یاد گرفتیم فاینال اینترویو حالا یک بار بیایم عبارت هایی که یاد گرفتیم رو با هم چک بکنیم عبارت یعنی چی چند تا کلمه چند تا اسم که کنار هم قرار می گیرن یک عبارت رو برسونن کلمه دیگه نیست اینجا تبدیل به عبارت میشه جمله هم نیست جمله شامل فائل فعل و مفعوله اما عبارت در انگلیسی شامل چند تا کلمه است تو فارسی هم داریم چیز عجیب غریبی نیست خیلی خودتون رو نگران نکنید یانگ من یک آقای جوان منجریال پوزیشن جایگاه مدیریتی بیگ کامپنی شرکت بزرگ اینیشال اینترویو مصاحبه اولیه فاینال interview مصاحبه نهایی حالا یک بار با هم جملهمون رو از ابتدا میخونیم البته دو تا جمله است با هم میخونیم و حتما شما هم سعی کنید با من همراه باشید بخونید تا خوب یاد بگیرید بچه ها داستان ها برای یادگیریتون به شرطی که همزمان و همراه وقت بذارید باهاش کار بکنید و همراه باشید اگر بهتون میگیم تکرار کنید باید تکرار بکنید دیدن تنها تاثیر کمی داره حتما تکرار کنید با هم یک بار از ابتدا میخونیم ببینیم که اگر نتونستیم بخونیم دوباره تکرار میکنیم این بخش رو آماده این بزن بریم Once a young man went to apply for a managerial position in a big company. He passed the initial interview and met the director for the final interview. روزی مرد جوانی رفت تا برای یک موقعیت کاری مدیریتی در یک شرکت بزرگ اقدام کند. او مصاحبه اولیه را گذراند و مدیرامل را برای مصاحبه نهایی ملاقات کرد. حالا ادامش. The director

پی بردن با ایدی به زمان گذشته برده شده پس یک فعل با قاعده است discovered پی برد از چی؟ from از his his میشه کی؟ اوی آقا برمیگرده به هی هی برمیگرده به کی؟ به یانگ من برای اینکه تکرار نکنیم یانگ من رو از زمیر مفعولی در اینجا استفاده کردیم و زمیر فاعلی در اینجا حز اوی آقا مال اوی آقا سی وی CV یعنی رزومه ای اکادمیک. رزومه ای که تحصیلات شما رو بیشتر روش تأکید داره تا موقعیتهای کاریتون. از CVش متوجه شد که that, the young man, اون مرد جوانه. حالا این apostrophe اس چیه اینجا؟ برای بیان مالکیت استفاده شده. The young man's academic achievements. Academic یعنی چی؟ Academic یعنی اکادمیک یا تحصیلی achievement یعنی دستاورد چیزی که به دست آورده موفقیت achievement یعنی دستاوردها موفقیتها موفقیتهای کی؟ academic achievements of the young man این هم ساختاری که میتونید استفاده کنید اما ساختار مالکیت درستش رو استفاده میکنیم آپاسروفی اس برای بیان مالکیت چیزی یا چیزهایی به نسبت یک انسان یا جاندار استفاده میشه پس در اینجا جاندارمون چیه؟ The young man آپاسروفی اس برای بیان مالکیت Academic achievements دستیابی ها یا موفقیت های علمی پس The Young Man's Academic Achievements موفقیت های تحصیلی اون مرد جوان Where Where یعنی چی؟ Where گذشته are پس are هم یک فعل بیقایده از گذشتهش میشه Where Is میشه was Are میشه where Where بودند چیا بودند The Young Man's Academic Achievements Where بودند Excellent Excellent یعنی چی؟ یعنی عالی Great Excellent چیزی که ما به شما میگیم عالی هستید You are excellent شما عالی هستید حالا یک بار با هم میخونیم لطفا شما هم با صدای رسا تکرار کنید The director discovered from his CV that the young man's academic achievements were excellent مدیرامل بر اساس رزومهش پی برد که موفقیت های علمی مرد جوان عالی بودند خب پس تا اینجا چی داریم؟ یک آقای جوانی رفته که اپلای بکنه برای یک موقعیت مدیریتی دقت بکنید بچه ها یانگ من منجریال پوزیشن یه مقدار عجیب غریب نیست چجوری یه مرد جوان میتونه برای, برای یک موقعیت مدیریتی اقدام بکنه اون هم کجا؟ این بیگ کامپنی در یک شرکت بزرگ چطور ممکنه که یک مرد جوان بتونه این جایگاه رو به دست بیاره اما چه اتفاقی افتاده هی او پاس کرد the initial interview مصاحبه اولیه رو و مت کرد ملاقات کرد director مدیرامل رو برای چی؟ for the final interview برای مصاحبه بعدی یا نهایی پس جالب شد نه؟ حالا چه اتفاقی افتاده؟ the director discovered payboard from his CV از رزومه تحصیلیش از اون رزومه اکادمیکش that the young man's achievement یا academic achievements دستیابی های اکادمیکش were excellent عالی بودند پس یک مرد جوان داریم که موفقیت های اکادمیکش خیلی خوب بودن و در یک موقعیت کاری مدیریتی قراره که استخدام بشه حالا بریم جلوتر ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد The director asked Did you obtain any scholarships in school? The director, اون مدیر چیکار کرد؟ Asked. Asked. گذشته فعل بیقایده ask. Ask یعنی درخواست کردن، سوال کردن، پرسیدن. پس زمان گذشتهش میشه چی؟ میشه asked. پرسید. کی پرسید؟ The director. Did you? Did فعل کمکی do در زمان گذشته میشه did did you آیا شما obtain یعنی به دست آوردن آقا چرا obtain رو به زمان گذشته نبردی برای اینکه از did فعل کمکی در زمان گذشته برای سوالی کردن استفاده کردیم پس فعل به صورت ساده میاد any هیچ چیزی scholarship scholarship یعنی بورسیه scholarships یعنی بورسیه ها بورسیه های تحصیلی یک هزینه ای رو دانشگاه یا مدرسه بده که شما درس بخونید در کجا؟ این school school یعنی کجا مدرسه اما در اینجا school برمیگرده به کل تحصیلات تحصیلات کی؟ اون آقا جوانه کی پرسیده؟ the director asked director پرسیده did you obtain آیا کسب کردی آیا به دست آوردی یا گرفتی any scholarships هیچ بورسیه تحصیلی در کجا in school در مدرسه حالا برای مدیرامل جالب میشه پس چیکار میکنه میپرسه میگه the director asked مدیرامل پرسید did you obtain آیا گرفتی آیا به دست آوردی any scholarships هیچ بورسیه تحصیلی in school در مدرسه یا در تحصیلاتت یک بار با هم بخونیم با صدای رسا شما هم تکرار کنید The director asked Did you obtain any scholarships in school? مدیر عامل پرسید آیا در مدرسه یا دانشگاه هیچ بورسیه تحصیلی گرفتید؟ The young man answered no The young man اون مرد جوان کدوم مرد جوان؟ همون که میشناسیمش پس از th ای استفاده میکنیم answered answered گذشته فعل با قاعده answer answer یعنی پاسخ دادن و در اینجا در زمان گذشته با ایدی به زمان گذشته برده شده answered پاسخ داد نو no. خیر پس یک بار با هم تکرار میکنیم the young man answered no مرد جوان پاسخ داد خیر پس هیچ بورسیه تحصیلی هم نگرفته حالا جالب شد برای یا مدیرامل حالا بریم جمله بعدی Who paid for your school fees؟ با هم چک بکنیم ببینیم چه چیزایی داریم Who یعنی چه کسی چه فردی Paid Paid گذشته ی فعل بیقاعده ی Pay P-A-Y یعنی پرداخت کردن For برای به منظور Your مال شما مال چه فردی؟ مال اون آقا پسر جوونه school سکول مدرسه یا تحصیلات فی یعنی هزینه فیز هزینه ها who paid for your school fees تعجب براش پیش اومده تو که هیچ اسکالرشپی این سکول نداشتی پس who paid چه فردی پرداخت کرد your school fees هزینه های تحصیلی تو رو کنجکاو شده مدیرامل چه فردی هزینه های تحصیلی شما را پرداخت حالا ببینیم چه فردی پرداخته. آقا پسر جواب میده. My parents, he replied. Parents, parents یعنی والد یکیشون یا مادر یا پدر. Parents یعنی والدین. پدر و مادر. My parents, والدینم. پدر و مادرم. خدا پدر مادر شما رو حفظ کنه براتون اگر در قید حیاتن و روانشون شاد باشه اگر در دنیا نیستن و یادشون در خاطر شماست هی replied هی هی کیه اوی آقا Replied Replied گذشته فعل Reply R-E-P-L-Y یعنی پاسخ دادن جواب دادن Reply جواب دادن و Replied پاسخ داد کی پاسخ داد؟ اوی آقا اون آقا جوانه پاسخ داد My parents او پاسخ داد والدینم پس چه اتفاقی افتاده؟ هزینه ای برای دانشگاه این آقا پسره نپرداخته سکالرشپ یا بورسی تحصیلی هم نداشته چه فردی هزینه هاشو پرداخت کرده؟ My parents در واقع his parents والدین اوی آقا پسر جالب شد نه؟ والدینش پس هزینه هاش رو پرداخت کردن ادامه شو بریم ببینیم که به کجا خواهیم رسید Where did they work؟ حالا جالب شد برای مدیر دوباره داره میپرسه where کجا did did گذشته فعل دوباره سوالی کردن در اینجا اومده they they یعنی آنها چه کسی رو داره میگه his parents والدینش پس این they برمیگرده به کی به والدین اون آقا پسره work کار کردن where did they work؟ آنها کجا کار کردند والدینت کجا کار کردند که تونستن هزینه های تحصیل تو رو بدن حالا آقا پسر جواب میده They worked as clothes cleaners They آنها پس گفتیم که این they ها برمیگرده به کی؟ به دو نفر یا چند نفر در اینجا دو نفر Parents His parents کی؟ The young man's parents والدین آن پسر جوان They worked Work یعنی کار کردن و یک فعل با قاعده است با ایدی به زمان گذشته برده شده Worked کار کردند از به عنوان در جایگاه Cloth یعنی پارچه بچه ها Cloth یعنی لباس و Clothes یعنی لباس ها Clean یعنی تمیز کردن میدونید Cleaner Cleaner یعنی تمیز کننده گفتیم که پسوند ER فائل ساز فعل کلین رو تبدیل به یک فائل کرده cleaner یعنی تمیز کننده اس به عنوان جمع کننده در اینجا استفاده یعنی برای دو نفر یا چند نفر استفاده شده cleaner یعنی تمیز کننده cleaners یعنی تمیز کننده ها clothes cleaners یعنی تمیز کننده های لباس آخ 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 چه اتفاقی افتاد they worked As clothes cleaners clothes cleaner یعنی تمیز کننده لباس یا شوینده لباس کسی که لباس میشوره they worked as clothes cleaners آنها به عنوان لباس شور کار کردند چه اتفاقی افتاد نه؟ یه مقدار ناراحت کننده شد اونها اون پدر و مادره هزینه های تحصیل این بچه رو از کجا به دست آوردن؟ به چه عنوان کار کردن؟ از clothes cleaners به عنوان لباس شور پس به عنوان لباس شور کار کردن و هزینه های تحصیل the young man رو پرداخت کردن حالا دایرکتر یا مدیرامل یه مقدار کنجکاو میشه یا یکم میره تو فکر چیکار میکنه؟ واکنشش اینه گوش بدیم با هم تکرار کنیم دا director request the یعنی درخواست کردن requestست زمان گذشته یعنی درخواست کرد چه کسی درخواست کرد؟ فL the دا director requestت ما مفول بقیه جمله The young man از چه کسی درخواست کرد؟ از the young man که چیکار بکنه؟ Requested to که این کار انجام بده Show نمایش دادن نشان دادن چه چیز یا چه چیز هایی رو His مال او یا آقا Hands دستانش مدیرامل تعجب میکنه که اون پدر مادره کار کردن به عنوان لباس شور و حالا میگه دستاتو نشون بده ببینم دستای تو چطورن حالا با هم میخونیم شما هم لطفا تکرار کنید The director requested the young man to show his hands مدیر از مرد جوان خواست که دستانش را نشان دهد حالا بریم ادامه داستان و صفحه بعدی ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد The young man showed his hands which were smooth and soft. خب the young man مرد جوان همون مرد جوانی که مرد قهرمان داستان ماست showed نشان داد گفتیم که show یعنی نشان دادن یک فعل با قاعده است با ایدی به زمان گذشته تبدیل میشه شود نمایش داد هز مال اوی آقا هنز دستانش رو دستانش رو نشون داده which which یعنی که در اینجا where بودند where گذشته آر are smooth smooth یعنی صاف خیلی سیقلی اند و soft سافت یعنی نرم smooth and سافت یعنی سیقلی و نرم یک عبارت نه his hands چی بودن smooth and soft پس دستاشو نشون داده که صاف و نرم بودن با هم یک بار میخونیم the young man showed his hands which were smooth and soft مرد جوان دستهایش که صاف و نرم بودند را نشان داد حالا میخواد بپرسه تعجب میکنه دیگه مدیر عامل حالا میپرسه Have you ever helped your parents wash the clothes? Have you ever? Have you ever یک ساختاره ساختاری که میخوایم بپرسیم آیا تا به حال یه کاری رو کردی؟ در اینجا چه کاری؟ Helped آیا تا به حال کمک کردی؟ پس میشه چی؟ Have you ever helped؟ آیا تا به حال کمک کردی؟ یا میخوام بگم تا حالا کار کردی؟ میگم Have you ever worked؟ تا به حال کار کردی پس ساختار خیلی قشنگه نه؟ همینجا همینجوری یادش بگیرید have you ever helped؟ آیا تا به حال کمک کرده ای؟ چه کسی رو؟ your parents والدینت رو که چی کار بکنن؟ wash wash یعنی شستن the clothes clothes یعنی گفتیم لباسها رو پس آیا تا به حال ever have you ever helped؟ تا به حال کمک کردی your parents والدینت رو که چیکار بکنن wash the clothes آیا تا به حال والدینت رو کمک کردی که لباس ها رو بشورن چرا اینو پرسید چون تعجب براش پیش اومد دستای پسر چقدر صاف بودن چقدر سافت بودن چقدر smooth بود سیقلی بود صاف بود یک بار با هم تکرار کنیم Have you ever helped your parents wash the clothes? آیا تا به حال والدینت را در شستن لباس ها کمک کرده ای؟ چجوری؟ طبیعتا نباید کمک کرده باشه که دستاش انقدر نرم و صاف بودن چی جواب میده مرد جوان؟ Never My parents always wanted me to study and read more books Never Never میشه چی؟ هرگز Never ever Never ever یعنی هرگز به هیچ وجه من الوجوه اما در اینجا حالا never رو داریم never یعنی هرگز هرگز پس آیا تا به حال have you ever آیا تا به حال فلان کار کردی help کردی never پسر جواب میده never هرگز چرا به خاطر اینکه my parents والدینم always همواره همیشه wanted me از من میخواستن want میشه خواستن ایدی به زمان گذشته بردتش پس want یک فعل با قاعده است از چه کسی خواستن می مرا از من wanted me از من خواستن که چیکار بکنم to study study یعنی مطالعه کردن and و read خواندن to study and read مطالعه کنم و بخونم چه چیزایی رو more books Book, کتاب books, کتاب ها مور کتاب های بیشتر study and read more books کتاب های بیشتری بخونم و مطالعه بکنم پس والدینش هرگز اجازه ندادن که به اونها help کنه و wash the clothes کنه یک بار با هم تکرار کنیم لطفا با صدای رسا بخونید never My parents always wanted me to study and read more books. هرگز والدینم همواره از من خواستند که مطالعه کنم و کتابهای بیشتری بخوانم. والد جالب شد نه والدینش بهش اجازه ندادند که در شستن لباسها که جزی از کارشون بوده که از اون طریق پول در می آوردن کمک بکنه و ازش فقط خواستن که مطالعه بکنه و کتابهای بیشتری بخونه بریم بخش بعدی ببینیم که چه اتفاقی میافته Besides, my parents can wash clothes faster than I do. حالا پسره اضافه میکنه. Beside یعنی در کناره. Besides یعنی در زمن. به علاوه. حالا میخواد به حرفاش یه چیزی اضافه کنه. میگه besides به علاوه my parents والدین من can میتوانند. Wash بشویند واش یعنی شستن clothes لباس ها چیز جدیدی نداریم پس توضیحی نمیدم خدمتون قبلا گفتیم faster fast یعنی سری faster یعنی سریتر پس faster than I do سریتر از چیزی که من انجام میدم چه کاری؟ wash my parents والدین من can wash میتونن بشورن clothes لباس ها رو faster than I do سریتر از اون چیزی که من میتونم لباس ها رو بشورم. حالا با هم یک بار بخونیم. شما هم لطفا تکرار کنید. Besides, my parents can wash clothes faster than I do. در ضمن والدینم از من سریتر میتوانند لباس بشویند. The director said before we can go further, I have a request. When you go home today, go and clean your parents' hands and then see me tomorrow morning. The director, اون مدیر said. Said گذشته یه فعل بیقایده say, S-A-Y. S-A-Y یعنی گفتن و said یعنی گفت. چه کسی گفت? The director, مدیر before قبل از اینکه we can ما بتوانیم go further go further یعنی پیش برویم بیشتر جلوتر بریم پیش بریم بیشتر این مراحل رو پیش ببریم I have a request من درخواستی دارم از کی؟ از اون آقا پسر جوونه When you go home وقتی که رفتی خونه Today امروز go and clean برو تمیز کن your parents hands دوباره apostrophe s اما چون به اس ختم شده به این صورت آپاستروفی رو استفاده میکنیم your parents hands دستان والدینت and و then سپس see me مرا ببین مرا ملاقات کن tomorrow morning فردا صبح شما هم لطفا همزمان بخونید که بتونیم مسلط بشیم. The director said before we can go further, I have a request. When you go home today, go and clean your parents' hands and then see me tomorrow morning. مدیرامل گفت قبل از اینکه ما بتوانیم پیش برویم من یک درخواست دارم امروز وقتی به خانه رفتی برو و دستان والدینت را تمیز کن و سپس فردا صبح مرا ملاقات کن The young man felt dejected but out of curiosity when he went back home he asked his parents to let him clean and cream their hands The young man, اون آقا پسر جوان felt dejected dejected یعنی ناراحت deject یعنی ناراحت و felt dejected یعنی احساس ناراحتی کرد felt گذشته فعل بیقاعده feel f e e l گذشتهش میشه felt felt dejected یعنی احساس ناراحتی کرد but اما out of curiosity curious یعنی کنجکاو curiosity یعنی کنجکاوی out of curiosity یعنی از روی کنجکاوی پس یک عبارت و اصطلاح هم اینجا یاد گرفتیم out of curiosity یعنی از روی کنجکاوی when وقتی he او آقا اون پا آقا پسره went back یعنی برگشت go back که میشه زمان حال و went back یعنی برگشت به کجا؟ به home به خانه he asked او درخواست کرد his parents از پدر مادرش پس فعل ask حرف اضافه نداره i ask you من از تو درخواست میکنم he asked his parents او از پدر مادرش درخواست کرد پس نباید بگیم he asked from his parents پس حرف اضافه نداره he asked his parents to let him let یعنی اجازه دادن to let him که بهش اجازه بدن clean and cream تمیز کنه و کریم بزنه کرم بزنه their hands دستانشون رو پس چیکار کرد آقا پسر the young man felt dejected آقا پسر اون پسر جوان احساس ناراحتی کرد but اما out of curiosity when he went back home اما وقتی که برگشت خونه he asked his parents او از پدر مادرش درخواست کرد از والدینش درخواست کرد to let him که بهش اجازه بدن clean and cream تمیز کنه و کرم بزنه their hands یک بار با هم بخونیم لطفاً همزمان با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید آماده این بریم The young man felt dejected but out of curiosity when he went back home he asked his parents to let him clean and cream their hands مرد جوان احساس ناراحتی کرد اما از روی کنجکاوی وقتی به خانه برگشت از والدینش درخواست کرد که اجازه دهند دستانشان را تمیز کند و کرم بمالد his parents felt strange happy but with mixed feelings they showed their hands to their son his parents والدینش felt گذشته feel گفتیم strange یعنی عجیب قریب felt strange یعنی احساس قریبی یا احساس عجیبی بهشون دست داد happy خوشحال but اما with با mixed mixed یعنی مخلوط شده mix یعنی مخلوط کردن mixed یعنی مخلوط شده feelings یعنی احساسات احساساتشون در هم آمیخته بود نمیدونستن happy ان یا strange ان کدوم احساس عجیب غریب حس عجیب غریبی داشتن they showed آنها نمایش دادن نشون دادن their hands دستانشون رو to their son به پسرشون یک بار با هم بخونیم لطفا همراه و همزمان با هم با صدای رسا تکرار بکنید شما هم یاد بگیرید His parents felt strange, happy, but with mixed feelings. They showed their hands to their son. والدینش حس عجیبی داشتند خوشحال اما با حسی درامیخته آنها دستانشان را به پسرشان نشان دادند The young man cleaned and creamed their hands slowly The young man مرد جوان مرد جوان قسمون cleaned تمیز کرد and و creamed کرم زد there مالان ها پدر رو میگه hands دستانشان رو slow slow یعنی آهسته کند slowly حالت قیدشه یعنی به صورت کند و آهسته the young man cleaned and creamed their hands slowly مرد جوان دستانشان را نظافت کرد و کرم مالید His tears fell as he did so. His tears, his, مال اوی آقا, تر یعنی عشق و tears, حالت جمعشه عشقان, fell, گذشته یه فعل fall, یعنی فرو افتادن, سقوط کردن, گذشتهش میشه fell, از در خلالی که, در حالی که, دید سو. سو یعنی این چنین. کدام چنین؟ چطور؟ کلیند and کریمد. این کار را که کرد چه اتفاقی افتاد؟ هیز تیرز. اشکانش فل. فرو افتادند. چشمانش پر اشک شد و اشکاش فرو ریخت. هیز تیرز فل از هی دید سو. وقتی آن کار را کرد اشکایش سرازیر شد. It was the first time he noticed that his parents' hands were so wrinkled and there were so many bruises on their hands. It was Unbud the first time. It was the first time. First time any Avalimbar. Second time bar. First time Avalimbar ke He Uyaropasar noticed حالت گذشته یه فعل نوتس نوتس یعنی توجه کردن متوجه شدن و نوتست یعنی حالت گذشتهش. توجه کرد متوجه شد that که his parents hands دستان والدینش where بودند گذشته are so so در اینجا یعنی بسیار هم ببینید so, با این سوی که اینجا دارید میبینید یکم فرق کنه he did so او آنچنان کرد اون کار رو انجام داد آنچنان یا این چنین اما در اینجا سو یعنی بسیار زیاد پس دوتا کاربرد رو در اینجا داریم میبینیم his parents hands were so بودند خیلی wrinkled wrinkle یعنی چین و چروک wrinkled یعنی چین و چروک خورده چروک شده and there were و آنجا بودند کجا در دستان پدر مادرش چه بودند so many بسیاری خیلی زیاد دوباره این سوی که اینجاست یعنی بسیار زیاد منی برای تاکید به کار رفته سو so منی بسیار زیاد بروزز بروزز یعنی کبودی ها بروز یعنی کبودی و بروزز یعنی کبودی های بسیار زیاد سو so منی on their hands در روی دستانشان پس آن برای حرف اضافه رو استفاده میشه on their hands بر روی دستانشان چقدر ناراحت کننده شد ماجرا یه بار با هم بخونیم it was the first time he noticed that his parents hands were so wrinkled and there were so many bruises on their hands اولین باری بود که او متوجه شد دستان والدینش تا این حد چروک شده است و کبودی های بسیاری This was the first time the youth realized that it was these hands that washed the clothes every day to enable him to pay the school fees. This was این بود این ماجرا بود the first time اون اولین باری که the youth اون جوان اون جوان به جای the young man گفتیم the... the youth اون جوان realized realized گذشته فعل realize یعنی پی بردن realized پی برد that که it was اون بود these hand چه چیزی it it برمیگرده به چیزی که pay the school fees حالا بیریم جورتر متوجه میشید it was these hands اون همین دستان بودن these hands این دستان بودن that که washed شستند در زمان گذشته the clothes لباس ها رو every day هر روز to enable enable یعنی قادر ساختن to enable him که اون اقا پسره رو قادر بکنن توانمند بکنن امکانش رو براش فراهم بکنن to pay که پرداخت بکنه the school fees هزینه های دانشگاه رو یا تحصیلات رو یه بار با هم به صورت عبارتی چک کنیم This was the first time این اولین بار بود که the youth realized او را به سر پی برد that it was these hands که آن همین دستان بودند that که Wash the clothes every day که هر روز لباس ها را شستند to enable him که اون رو قادر بسازند to pay the school fees که شهریه دانشگاه یا تحصیلاتش رو بپردازه حالا یه بار با هم به صورت روان میخونیم لطفا شما هم با صدای رسا تکرار کنید This was the first time the youth realized that it was these hands that washed the clothes every day to enable him to pay the school fees. این اولین باری بود که جوان متوجه شد این دست ها هستند که هر روز لباس ها را می تا بتوانند او را قادر به پرداخت شهریه تحصیل سازند. The bruises on their hands were the price that the parents had to pay for his education, his school activities, and his future. The bruises on kabudiha on their hands that ruye dastanishan were budand the price. Price yani hazine. The price yani un hazine that ke the parents. که والدین اون والدینه had to pay یعنی باید می پرداختن. مثلا I have to pay the price یعنی من باید هزینه رو بپردازم و در اینجا در زمان گذشته had استفاده شده had to pay باید می پرداختند برای چی؟ for به منظور his education برای تحصیلات او یا آقا اون آقا به سره. His school activities Activities جمع اکتیویتیه اکتیویتی یعنی فعالیت و اکتیویتیز یعنی فعالیت ها School activities and his future و آیندهش حجب یه مقدار احساسی شد داستانمون حالا یه بار با هم میخونیم لطفاً با صدای رسا شما هم تکرار کنید The bruises on their hands were the price that the parents had to pay for his education, his school activities and his future. کبودی روی دستان آنها بهایی بود که والدین باید برای تحصیل، فعالیت‌های مدرسه و آینده‌اش می‌پرداختند. After cleaning his parents' hands, the young man quietly washed all the remaining clothes for them. after بعد از cleaning پاک کردن تمیز کردن his parents hands دستان والدینش the young man مرد جوان quiet یعنی ساکت به صورت بی صدا quietly حالت قیدشه یعنی به صورت ساکت و بدون سر و صدا washed شست در زمان گذشته all the remaining clothes remain یعنی باقی ماندن remaining یعنی باقی مانده all the remaining یعنی همه آن چیزی که باقی مانده بود clothes لباس ها for them برای آنها برای پدر و مادر بچه اگر دقت کرده باشید یه مقدار که جلوتر اومدیم اون مواردی که نیاز به توضیح داره کمتر و کمتر میشن معمولا همینطوره شما در مسیر یادگیری زبان که قرار میگیرید هرچقدر که جلوتر میرید آن چیزی که نیاز به توضیح داره براتون کمتر میشه و آن چیزی که بهش تسلط پیدا میکنید بیشتر و بیشتر خواهد شد بنابراین در مسیر گام بردارید و قوی قوی پیش بیاید یادگیری عمیق رو سرلوحه مسیر یادگیریتون قرار بدید با هم یک بار میخونیم به صورت روان شما هم لطفا همراه باشید تا خوب به صورت موثر بیاموزید After cleaning his parents' hands, the young man quietly washed all the remaining clothes for them. مرد جوان پس از نظافت دستهای والدینش تمام لباسهای های باقی مانده را بی سر و صدا برای آنها شست. That night, parents and son talked for a very long time. That night, آن شب. اگه میخوایم بگیم دیشب میگیم last night. the other night یعنی اون شب چند شب پیش که حالا خیلی نمیخوایم بدونیم که دقیقا چه شبی the other night بهش میگیم that night یعنی اون شب کدوم شب همین شبی که این اتفاق افتاد parents and son والدین و پسر talked صحبت کردند talk یعنی صحبت کردن و talked حالت گذشتش for a very long time long time زمان طولانی a very long time یعنی زمان بسیار طولانی for در اینجا به معنی به مدته پس یکی دیگر از معانی for یعنی به مدته حالا یک بار با هم روان شما هم همزمان با ما همراه باشید that night parents and son talked for a very long time آن شب پدر و مادر و پسر برای مدت بسیار طولانی با هم صحبت کردند. The next morning the youth went to the director's office the next morning کدوم next morning کدوم فردا صبح فردا صبحی که اون شب این اتفاقات افتاد the youth جوانک آن جوان went رفت به کجا to the director's office دایرکتر Director, که یعنی مدیر apostrophe s برای بیان مالکیت office دفتر مالکیت یک چیزی نسبت به یک انسان یا the director's office, The next morning, the youth went to the director's office. So peruzabad javan raft. The director noticed the tears in the young man's eyes when he asked, "Can you tell me what have you done and learned yesterday in your house?" دا مدیر رامل نوست متوجه شد noticed the theتی تیزن اشک ها in the young man آ در چشمان مرد جوان و وقتی که هی هی برمیگرده به کی به مدیر رامل اسکت. پرسید وقتی مدیرامل این سوال پرسید متوجه اشک در چشمان مرد جوان شد چه سوالی پرسیده؟ Can you tell me؟ آیا میتونی به من بگی؟ What have you done؟ تو چه کار کرده ای؟ And learned و چه آموخته ای در حقیقت این دو بخش داره What have you done؟ And what have you learned؟ چه چیزی یاد گرفتی و چه چیزی انجام دادی؟ Yesterday دیروز in your house در خانه ات یک بار با هم بخونیم the director noticed the tears in the young man's eyes when he asked can you tell me what have you done and learned yesterday in your house مدیر وقتی که پرسید می توانی به من بگویی دیروز در خانه چه کردی و چه آموختی متوجه اشک ها در چشمان مرد جوان شد The young man answered, I cleaned and creamed my parents' hands and also finished cleaning all the remaining clothes. The young man, mard-e answered, javab. I cleaned, man and I creamed, my parents' hands, and also, va hamchenin finished, tamam kardam, anjam dadam. cleaning تمیز کردن all the remaining clothes تمام لباس های باقی مانده را حالا یه بار با هم میخونیم لطفا با صدای رسا تکرار کنید بچه ها تا خوب یاد بگیرید. The young man answered I cleaned and creamed my parents hands and also finished cleaning all the remaining clothes مرد جوان پاسخ داد دست های پدر و مادرم را تمیز کردم و کرم زدم و تمامی لباس های باقی مانده را هم شستم and I learned the true meaning of appreciation and و I learned من یاد گرفتم من آموختم true واقعی به معنی true به معنی صحیح هم استفاده میشه اما در اینجا به معنی واقعی meaning م یعنی معنی appreciation قدردانی appreciate یعنی قدردانی کردن و appreciation یعنی قدردانی true meaning of appreciation یک عبارت یعنی معنی واقعی قدردانی and I learned the true meaning of appreciation و معنی واقعی قدردانی را آموختم چه کار کرده؟ لباس ها رو شسته؟ دست پدر مادر رو کرم زده و معنی واقعی قدردانی رو آموخته زحماتی که پدر مادرش در این سالها براش کشیدن شاید پدر مادرش به اندازه ای که باید ما فکر میکنیم نتونستن براش کاری بکنن اما حقیقت ماجرا دوستان اینه پدر مادرهای ما تا جایی که در توان داشتن و تا جایی که آگاهی داشتن و تا جایی که نیروشون بهشون اجازه داده برای ما انجام دادن به اندازه توانشون به اندازه سوادشون به اندازه ای آگاهیشون به اندازه ای که حتی فراتر از آن چیزی که در توانشون بوده برای ما انجام دادن ادامه مسیر با ماست هرگز انتظار بیش از حد از دنیای اطرافتون و به خصوص پدر مادرتون نداشته باشید و بدانید آن چیزی که شما برای ادامه مسیر لازم داشتید رو اونها به شما با انرژیشون با عمرشون با زهماتشون در اختیارتون قرار دادن و ادامه مسیر با شماست حالا در ادامه ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد Without my parents I would not be who I am today Without بدونه Without یعنی بدونه My parents والدینم I would not be من نمیتونستم باشم نمیخواستم باشم یا نبودم Who؟ آن فردی که به معنی Who یعنی چه کسی؟ اما در اینجا به معنی آن فردی که I am من هستم. Today without my parents I wouldn't be who I am today. بدون پدر و مادرم من آنچه که امروز هستم نبودم. By helping my parents only now do I realize how difficult and tough it is to get something done on your own. and i have come to appreciate the importance and value of my parents and their help by helping my parents bah komak kerdan be pedermaderam bah komak kerdan pedermaderam yani un kari ki barajuna anjam dadam komakeshun kerdam only now al alan do i realize دو برای تاکید اینجا استفاده شده I realize من می پی می برم. من متوجه میشم How difficult How difficult چقدر سخت And how tough و در اینجا یعنی دشوار. It is است کدام To get something done که چیزی رو انجام بدی on your own به تنهایی on your own یعنی به تنهایی چقدر سخت کاری رو انجام بدی به تنهایی and I have come to appreciate من به این جایگاه رسیدم به این سطح رسیدم که قدردانی بکنم به این نتیجه رسیدم که قدردانی بکنم the importance اهمیت value ارزش of my parents والدینم and their help و کمک آنها by helping my parents با کمک والدینم only now فقط الان only now do i realize الان فقط من متوجه میشم how difficult and tough چقدر سخت و مشکل it is to get something done سخته که کاری رو انجام بدی on your own به تنهایی و توسط خودت and و I have come to appreciate و من به این نتیجه رسیدم که قدردان باشم چی رو the importance and value اهمیت و ارزش of my parents والدینم and their help و کمک آنها حالا یک بار با هم بخونیم لطفا با صدای رسا فراموش نکنید بچه ها در انتهای این داستان شما به راحتی باید این داستان رو بتونید روان بخونید چون گام به گام لحظه به لحظه تلفظ به تلفظ حرف به حرف با هم پیش رفتیم پس اگر نتونستید این داستان رو در انتهاش بخونید مشکل این است که درست تمرین نکردید این ویدیو رو دوباره ببینید دوباره تمرین کنید گام به گام که پیش بیاید چند داستان رو که اینطوری کار بکنید متوجه خواهید شد که معجزه در یادگیری شما رو خواهد داد By helping my parents, only now do I realize how difficult and tough it is to get something done on your own. And I have come to appreciate the importance and value of my parents and their help. با کمک به والدینم تازه اکنون متوجه می شوم که انجام کارها به تنهایی چقدر سخت و دشوار است و اهمیت و ارزش والدینم و کمک آنها را درک کردم. The director said this is what I am looking for in a manager for my company. The director مدیرامل said گفت this is این است what on cheese شما معنی what رو به معنی چه یا کدام تالا ممکنه دونسته باشید اما در اینجا به معنی آنچه this is what این چیزی است که I'm looking for من به دنبالش دارم میگردم I'm looking for something تو فروشگاه ها میتونید استفاده کنید یا طرف میگه What are you looking for دنبال چی داری میگردی شما میتونید جواب بدید I'm looking for something I'm looking for something to buy من دارم دنبال چیزی میگردم بخرم ساختار بسیار پر کاربردیه This is what I'm looking for این آن چیزی است که من دنبالش دارم میگردم این منیجر در درون یک مدیر منجر رو قبلا یاد گرفتیم این خاصیسه و اون ویژگی است که the director اون مدیر عمل داره دنبالش میگرده در درون یک مدیر for my company برای شرکتم the director said this is what I'm looking for in a manager for my company مدیر گفت این همان چیزی است که من به دنبال آن ویژگی در یک مدیر برای شرکتم هستم I want to recruit a person who can appreciate the help of others a person who knows the suffering of others to get things done I want من میخوام I want to من میخوام چه کار کنم recruit recruit یعنی استخدام کردن a person who آن فردی رو که can بتواند میتواند appreciate appreciate یعنی قدردان بودن گفتیم the help of others کمک دیگران رو کسی که بتونه can appreciate the help of others بتونه قدردان کمک های دیگران باشه پس میخواد همچین آدمی رو استخدام بکنه a person who فردی که ببینید داره تکرار میشه a person who من فردی رو میخوام که ببینید داره ویژگی های فرد رو میشپاره a person who a person who knows میداند The suffering of others. Suffer yani Ranj Burdan Sufferings yani ranj Burdan Ha Others Digaran to get things done. Karha. I want to recruit a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done. من میخواهم فردی را استخدام کنم که بتواند از کمک دیگران قدردانی کند فردی که قدر رنج دیگران را در انجام کارها بداند I am looking for a person who would not put money as his only goal in his personal and professional life I am looking for من به دنبال چیزی هستم چه چیزی A person who در ادامش داره مدیرامل میگه فردی که would not put money نخواهد که پول رو put یعنی قرار دادن money پول که نخواهد wouldn't نخواهد put money پول رو به عنوان چی قرار بده از به عنوان his only goal تنها هدف in his personal personal یعنی شخصی professional یعنی ای مربوط به کار personal life professional life هم تراز با هم دیگه هستن زندگی شخصی زندگی حرفه ای I'm looking for a person who من به دنبال فردی هم که wouldn't put money پول رو نگذاره به عنوان از his only goal به عنوان تنها هدفش in his personal and professional life در زندگی شخصی و حرفه ای خودش با هم یک بار بخونیم I'm looking for a person who would not put money as his only goal in his personal and professional life. من به دنبال فردی هستم که پول را تنها هدف خود در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود قرار ندهد. Then the director added, "You are hired." Then سپس the director مدیرامله added added گذاشته اد اد add میشه اضافه کردن added یعنی اضافه کرد You are hired شما استخدام شده اید Then the director added You are hired و سپس مدیرامل اضافه کرد شما استخدام شدید حالا در ادامه یک بار به صورت نرمال میخوایم داستان رو بخونیم اینجا جایی است که شما خودتون رو باید محک بزنید اگر داستان رو همزمان و همگام با من تونستید بخونید معنیش اینه که اوکی داستان رو خوب یاد گرفتید خوندنش رو خوب یاد گرفتید لیسنینگتون خوبه در اینجا به عنوان تمرین در این درس ریدینگتون خوبه رایتینگتون خوبه همه چی اوکیه و کاملا اشراف و تسلط کافی بر این داستان باید داشته باشید اگر این اتفاق نیفتاده و احساس میکنید خلالی دارید برگردید از ابتدای این ویدیو و این درس و این داستان دوباره کار کنید بچه ها همواره یادگیری عمیق رو سر مسیر یادگیریتون قرار بدید به این دلیل که اینها دونه دونه های آجر یادگیری شما هستند و بنای یادگیری شما رو محکم شکل میدن بسیار خوب حالا اگر آماده اید میخوایم یک بار به صورت نرمال داستان رو بخونیم و خودمون رو محک بزنیم اگر اوکی نبود برگردیم از ابتدا داستان رو دوباره کار کنیم Once a young man went to apply for a managerial position in a big company He passed the initial interview and met the director for the final interview. The director discovered from his CV that the young man's academic achievements were excellent. The director asked, Did you obtain any scholarships in school? The young man answered, No. Who paid for your school fees? My parents, he replied. Where did they work? They worked as clothes cleaners. The director requested the young man to show his hands. The young man showed his hands, which were smooth and soft. Have you ever helped your parents wash the clothes? Never. My parents always wanted me to study and read more books. Besides, my parents can wash clothes faster than I do. The director said, Before we can go further, I have a request. When you go home today, go and clean your parents' hands and then see me tomorrow morning. The young man felt dejected, but out of curiosity, when he went back home, he asked his parents to let him clean and cream their hands. His parents felt strange, happy, but with mixed feelings. They showed their hands to their son. The young man cleaned and creamed their hands slowly. His tears fell as he did so. It was the first time he noticed that his parents' hands were so wrinkled and there were so many bruises on their hands. This was the first time the youth realized that it was these hands that washed the clothes every day to enable him to pay the school fees. The bruises on their hands were the price that the parents had to pay for his education, his school activities, and his future. After cleaning his parents' hands, the young man quietly washed all the remaining clothes for them. That night, parents and son talked for a very long time. The next morning, the youth went to the director's office. The director noticed the tears in the young man's eyes when he asked, "Can you tell me what have you done and learned yesterday in your house?" The young man answered, I cleaned and creamed my parents' hands and also finished cleaning all the remaining clothes. And I learned the true meaning of appreciation. Without my parents, I wouldn't be who I am today. By helping my parents, only now do I realize how difficult and tough it is to get something done on your own. And I have come to appreciate the importance and value of my parents and their help. The director said, This is what I'm looking for in a manager for my company. I want to recruit a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done. I'm looking for a person who would not put money. As his only goal in his personal and professional life. Then the director added, You are hired.